این هفته مسابقه اسکیت داریم، توپ و بادکنک و مسابقه پرش هم داریم و آخر سر هم یک چای لبسوز روبوت دوز هم میزنیم. توی سالهای گذشته وسایل حمل و نقل عجیب و غریب کم سوار نشدیم. یه چرخه، میچرخه، فرغون برقی، حتی این صندلی‌های خودصفکش ژاپنی. و البته جد همه این وسایل رفت و آمد سگوی بود. اگه خاطرتون باشه همین اواخر تیم کلیک توی جام جهانی سگوی هم شرکت کرد. البته نمونه‌های جدید با حسگرهای کوچیک‌تر خیلی بهتر از قبلی‌ها بودن. اما اگه فکر کردید ما انواع این وسایل عجیب غریب رو آزمایش کردیم، باید بگم که اشتباه میکنید. کریس فاکس رو فرستادیم به نمایشگاه ایفا تا از آخرین مدل این وسیله نقلیه گزارش تهیه کنه. از نظر من بدترین چیز اسکیت پوشیدن و درآوردنشه. همین که این بند بستن و باز کردن نداره خیلی خوبه. مثل تخته میری روش وای میستی. قاعدتا چند دقیقه تمرین کنم میتونم مثل این آدمایی توی تبلیغ باش برقصم، هرچند خود اینا هم بعضی وقتا خراب میکنه. من اسکیت سواری بلدم، یه چرخم میتونم برونم تا حدودی، بنابراین این باید مثل آب خوردن باشه. هیچی نشده چرا راه افتاد؟ بلد نیستم. این اسکیت ها هم مثل سگوی خود متوازنن، همین که روشون وایسی و وزنتو بندازی جلو را میفتن. حد اکثر سرعت این 11 کیلومتر در ساعته که اصلا کم نیست، دست کم برای آدم تازه کار. موقع دور زدن باید فقط روی یه پا فشار بیاری. مثلا الان این گوشه میخوام بچرخم 20. یکم که ترسم ریخت و چند دور دور زمین تمرین زدم خیلی بهتر شدم. الان حدوداً به اونجا رسیدم که پاهم کم و بیش فهمیدن ماجرا چیه. خیلی راحت تر میرم. هدف سگوی یه همچین چیزیه. اسکیتو برای آدم کچلواری که میخواد بره سر کار نساختن. مخاطبش جووناست که میخوان توی شهر بچرخن. نکته مهم اینه که خیلی از کشورها تردد این جور وسایل نقلیه برقی تو خیابون رو ممنوع کردن. میدونم که در خیابان‌های بریتانیا سگوی همچنان ممنوعه، ولی به عنوان مثال در پاریس همه محصولات ما کاملا آزاده و هر کسی میتونه در خیابون باهاش تردد کنه. به همین خاطر در پاریس بیشتر از جاهای دیگه میبینین. سوال اینه که این بهتره یا سوار شدنی‌های دیگه مثل هاورورد؟ احساس من اینه که قیافه اینا کمتر مسخره است. ضمن اینکه میگن اگه پاهاتو باز کنی کارهای بامزه‌ای هم باهاش میشه کرد. البته من هنوز به اون سطح نرسیدم. ببینم یه پایی چی میشه. نه، هنوز کار داره. یکی از بخش‌های ثابت نمایشگاه ایفا بخش خانه هوشمند یا اسمارت هوم است. بیشتر ما یاد یه یخچال میافتیم که توش دوربین داره که محتویات شما ما نشون میده. یه وقت ما خسته نشیم درش رو وا کنیم ببینیم گوجه فرنگیمون تموم شده یا نه. اما به نظر میاد که چیزهای مفیدتر و جالبتری هم هست که توی گزارش بعدی میبینیم. تو سالهای اخیر لوازم هوشمند برای خونه کم اختراع نشده، ولی کدومش رو حاضرین پول بدین بخرین؟ این سطل زباله ریز نمونه آزمایشی یه محصوله که اسمش رو گذاشتن ویندیکیتور. نمونه واقعیش به وبسایت شهرداری محلتون وصل میشه و بر اساس اینکه کدوم سطل زباله قراره جمع بشه رنگ عوض میکنه. ولی واقعا اینو میذارین تو خونتون؟ یه چیزی که برای همه مهمه امنیت خونه است. حسگر که داره هیچ دوربینم داره. هر وقت احساس کنه چیزی تکون خورد 5 تا عکس میگیره. البته اگه دزگیر رو روشن کرده باشین. اما جالب ترین قسمتش اینه. این جناب دودساز به یه چشم به هم زدن اتاق رو پر دود سفید میکنه.
دزد بنده خدا جلوش رو هم نمیبینه، چه برسه چیزی بدزده. دزگی رو که روشن کنین، مرکز کنترل به صدا و تصویر خونه دسترسی پیدا میکنه. همین که یکی از حسگرها فعال شه، یه پیغام میره به شخصی در مرکز کنترل که اگه لازم بود دود رو پخش کنه. اوه چه چیز ناجوریه. خوبه واقعا دوز نبودم. دودش یکم گلو رو اذیت میکنه، چشم رو هم میسوزونه، ولی شرکت سازنده میگه 100% بی خطره و طبق ضوابط اتحادیه اروپا ساخته شده. ظاهرا رنگ و بویی هم توی خونه نمیمونه، اگه میمون که کسی نمیخرید. خلاصه یه جوریه که آدم میخواد زودتر از محل دور بشه. سازنده هشدار داده که حیوانات خانگی رو هم ممکنه اذیت کنه. طبعا بهتر آدم کاری کنه که دزد اصلا نتونه بیاد توی خونه، یعنی همون دم در جلوشو بگیره. قبل از این هم زنگ هوشمند امتحان کردیم، ولی این ظاهرا اولین نمونه ایه که تشخیص چهره و تشخیص آدم داره. میگه سایمون اومده. سلام سایمون، الان میام. برای اینکه همه امکاناتش فعال بشه باید مشترک بشین. در اون صورت هم چهره رو تشخیص میده، هم فیلم ضبط میکنه. فیلمش تا 5 روز میمونه و قابل دسترسیه. یه حسنش اینه که وقتی نیستین میتونین وانمود کنین هستین، یا برعکس. اگه احتیاج به یه دستیار شخصی هوشمند دارین که حقوق زیادی هم نخواد ازتون بگیره، سازنده های تمی، این ربات خونگی، میگن که این میتونه کمکتون بکنه. با استفاده از فناوری تشخیص چهره، تمی میتونه صورت من، فرم بدن من و رنگ‌هایی که پوشیدم رو تشخیص بده. فقط کافیه که بالای مانیتورش رو لمس بکنیم و بعد منو دنبال بکنه. من دیگه احتیاج به تلفنم هم شاید نداشته باشم، پس میذارمش اینجا و همزمان واسه خودش شارژ بشه. مهمونم هم که اینجا نشسته، حوصله ندارم تا اونجا برم بهش یه لیوان چای بدم. میرمش به تمی تا ببره اونجا. Hey Timmy. Go to the sofa. I'm going to the sofa. تمی با استفاده از یک رادار کوچیک مکانهای مختلف منزل یا محل کار رو میتونه ثبت کنه و طبق دستور ما به اون نقاط بره. با افراد تماس ویدیویی برقرار کنه، موسیقی پخش کنه و سوالهای ما رو توسط موتورهای جستجو پاسخ بده. قیمت این ربات در آمریکا 1500 دلاره و آخر امسال سال 2018 قراره به بازار بیاد. حالا من نمیدونم 1500 دلار به تومن چقدر میشه. پس از تمی بپرسم. Hey Timmy. How much is $1,500 in Iranian toman? به گفته تمی قیمت 6,053,000 تومانه. با این حساب ترجیح میدم خودم کارامو بکنم. این هفته گوگل علیه قوانینی فعالیت کرد که حق شهروندان اتحادیه اروپا رو برای فراموش شدن در اینترنت به کل دنیا بست میداد. روزتا هوش مصنوعی فیسبوک یاد گرفته به تصاویری که متن دارن نگاه کنه و مفهوم اونا رو تفسیر کنه. و شرکت اپل از چند گوشی جدید و مدل تازه ساعت هوشمندش رونمایی کرد. آیفون XS Max بزرگترین گوشی عرضه شده توسط این شرکته. XS نسخه جدید گوشی قبلی این شرکته و XR مدل ارزونتریه که در چند رنگ و با قیمت پایین‌تر عرضه میشه. به نسبت مدل‌های پیشین سرعت این گوشی‌ها افزایش پیدا کرده و امکانات عکاسی و حافظه‌شون هم بیشتر شده. اپل همینطور سری 4 ساعت‌های موچیش، اپل واچ رو معرفی کرد که می‌تونه افتادن صاحبش رو تشخیص بده. اگر فرد بعد از 1 دقیقه واکنشی نشون نده، ساعت خودش با اورژانس تماس می‌گیره. کاربران در آمریکا همینطور با ساعت تازه می‌تونن نوار قلب هم بگیرن. هرچند این اطلاعات باید با مشورت پزشک مورد استفاده قرار بگیره. و در پایان این شما و این حال که برای آموزش پزشکان متخصص کودکان طراحی شده. این ربات آدم نما نبض داره، جریان خون داره، گریه میکنه و حرف میزنه. های اگه یادتون باشه پارسال رفتیم
لس آنجلس تا از دو نفر که با برنامه بلند پروازانشون میخوان تفریح و سرگرمی رو متحول کنند گزارش تهیه کنیم. برنت باشنل و اریک گراتمن دو مهندسن با یک رویا، میخوان نمایش های تک متحرکشون رو یک جای ثابت اجرا کنند. برنامه‌شون بیشتر از اونی که فکر می‌کردن طول کشید، اما خلاصه توبیت سیرکس افتتاح شد و نیک کویک همکار ما رفت اونجا تا از آخرین مراحل آمادگی قبل از افتتاح گزارش تهیه کنه. امروز قراره گزارش خیلی جدی تهیه کنم. سیرک از برنامه عقبه. آستین بالا زدم و صاحب کارا رو گیر انداختم و تا جواب نگیرم نمیاد. یکم بیشتر طول کشید چون چند جا نور سبز می‌خواستیم که آماده نشده بود، ولی یه ماه تأخیر برای پروژه به این بزرگی به نظرم یعنی پیش از موعد. دفعه پیش که حرف زدیم گفتی اول 2018. درسته گفتم، ولی با اطلاعات بروز شده میتونم بگم از برنامه جلوییم. خب این از این، ولی به هر حال دیر یا زود سیرک آماده است. با هدایت همون دلقک‌های حرفه‌ای، با همون پیراهن آبی و همون مدل موی عجیب غریب. من و اریک هر دو دلقک آموزش دیده‌ایم. اریک 3 سال یه سیرک رو اداره می‌کرد. ضمناً هر دو مهندس هم هستیم. من خودم همه زندگیم کارآفرین بودم، ولی اون شیطنت و بامزگی کار دلقکی یه چیز دیگه است. به خصوص که باعث سرگرمی مردم میشه. سیرک تو بیت مثل یه فضای بازی سورئال، ترکیب نور فلورسنت و برنامه نویسی و دقیق بازی و نوستالژی. این همون بازی ساده نشونه گیریه، ولی با بازی کانکت 3 قاطیش کرد. 3 تا یه رنگ ردیف کنی میترکن. روی سقف دوربین داریم و سیستم نورپردازی که دوربین ها بتونن رنگ توپ ها رو تشخیص بدن. باحاله نه؟ راستش من کلن گوش نمی کردم چی میگی، حواسم پرت بازی بود. چند سال طول کشید به اینجا برسیم؟ فناوریمون یا توپ پرت کردنمون؟ هر دو. این نتیجه ساعتها برنامه نویسیه. شیپور! اوه شیپور! هر بار شیپور بزنی پمپ روی سقف به صورتت باد میزنه. خیلی باحاله. باد زن! میخوای ببینی ساختمون خراب کردن چه حالی داره؟ آره والا خیلی خوبه. این بازی یه فاصله سنج لیزری چرخون داره، شبیه اونیه که روی ماشین‌های بدون راننده هست. فاصله سنج ما اینه که کامپیوتر بفهمه توپ دقیقاً کجا خورد. زمین چه جوری می‌لرزه؟ زیر پات ساب ووفرهای خیلی بزرگ گذاشتیم. واقعاً؟ کار ما معمولاً اینجوریه که اول از یه حسگر یا یه ترکیبی که دوست داریم استفاده می‌کنیم. بعد بازی رو به نوعی حول اون می‌سازیم. اوکی. عرق کردم دیگه چی داریم؟ بذار یکم فعالیت رو کم کنیم. خوش اومدید ای تیم شکست ناپذیران فضا. گمونم مغز متفکر کل این ماجرا همینه. یه میز اسلحه داره، یه میز مهندسی، یه میز علوم و یه میز فرماندهی. پشت هر کدوم یه بازیکن میسته. همه با هم سفینه رو میبرن فضا. یه بازی مثل این چند تا بخش داره؟ راست شمردن تعداد بازی ها سخته. ما معمولاً با تعداد آدم هایی که سرگرم میشن میشمریم. سیرک تو بیت ورودی نداره. هر چی بازی کنی پول میدی. منتها تو شهری مثل لس آنجلس هر چیز نوعی خیلی زود کهنه میشه. از کجا معلوم آدمی که یه بار میاد بازم بیاد؟ هر چیزی که ما در سیرک توبیت استفاده کردیم جای پیشرفت و توسعه داره. مثلا وی آر شما رو میبره یه دنیای دیگه، ولی کدوم دنیا؟ میتونه هر جا باشه. قصد ما اینه که تجربه های مختلف بکنیم. روی هر کدوم از سکوهایی که برای بازی ساختیم میتونیم بازی های جدید بذاریم، یا مثلا اتاق های داستانمون هر کدوم یه قسمت داستانه، و چون همه چی نرم افزاریه تو هر اتاق میشه داستان های مختلف اجرا کرد. یعنی در تک تک بخش های سیرک میشه همچنان پیش رفت بدون اینکه نیاز باشه تجهیزات بیشتری بسازیم. چند وقت دیگه معلوم میشه که سیرک گرفته یا باید بره توی زباله‌دان تاریخ. البته اول باید آماده شه. آره لهت کردم. ببخشید، خب من قبلنم بازی کرده بودم، یعنی بازی رو خودم ساختم.
Welcome, astronaut. You're about to embark on your first extravehicular activity on the moon. The suit you'll be wearing will consist of several elements designed to enhance your experience. A suspended safety harness. A personal telemetry system to track your body movements. And finally, a Samsung Gear VR headset and controller to help you see and control objects in your environment. در آستانه 50مین سالگرد سفر آپولو 11 به ماه، استودیو فریم استور و شرکت سامسونگ یک تور جهانی سفر مجازی به ماه را انداختن که اسمش ماهی برای بشریته. کلن در تاریخ فقط 12 مرد سفید پوست آمریکایی روی ماه راه رفتن. نه ملیت دیگه‌ای، نه جنسیت دیگه‌ای، نه نژاد دیگه‌ای. در واقع هدف ما این بوده که تجربه قدم گذاشتن به ماه رو همگانی کنیم. عینک VR حرکت سر آدم رو منتقل میکنه. با بعضی مدل‌هاش حتی میشه توی فضای سه‌بعدی حرکت کرد، ولی اگه بخواین واقعا راه رفتن روی ماه رو تجربه کنید، باید وزنتون کم بشه. این سازه عظیم شبیه ساز گرانش متغیر ناساست، به اختصار بهش میگن آرگوس، که مخفف سامانه حذف گرانش با واکنش فعاله. اول فرد رو وزن میکنه که حساب کنه وزن روی ماه چقدره، بعد هر بار که میپری حساب میکنه که چقدر نیرو به سمت بالا وارد کنه و چقدر آروم بیاردت پایین. اینجوری گرانش ماه رو که یک ششم گرانش زمینه شبیه سازی میکنه. برخلاف عینک‌های VR پیشرفته، این عینک فقط میفهمه سرتون رو کدوم طرف چرخوندید. موقعیت عمودی و جای دست و پا رو حسگرهای روی لباس تشخیص میدن. متاسفانه کسانی که به ناهمگونی حس‌ها حساسند ممکنه حالشون بد بشه، چون توی تصویر میبینی که داری روی سطح ما میری جلو، در حالی که در عالم واقع صرفاً بالا پایین میشی. تجربه فوق‌العاده‌ای. البته فضانوردهای واقعی قطعاً ترجیح میدن عملیاتشون انقدر پرحادثه نباشه. شاه دخت امنیت، این لقبیه که به پریسا تبریز دادند، یکی از مهمترین افراد امنیت سایبری در دنیا. یعنی اگه مرورگر کرومتون هک بشه، احتمالاً ایشون از کار بیکار بشه. این قفل کوچیک که در نوار آدرس در کروم هست، نشان دهنده امنیت بین کامپیوتر یا موبایلتون با وبسایت. یعنی این ارتباط امنیه. گوگل داره سعی میکنه که وبسایت‌های بیشتری از پروتکل رمزنگاری شده HTTPS استفاده کنن و مسئول این کار در گوگل پریساست. تا اسم هک میاد همه میترسند، ولی هکر خوبم داریم. 200 تاشون کارمند پریسان و روی یک پروژه‌ای به نام پروژه صفر کار میکنند. کارشون اینه که نرم افزارها رو قبل هکرهای بعد هک کنند تا ایراداشون معلوم بشه و درستش کنند. در بزرگترین نمایشگاه امنیت سایبری دنیا، یعنی بلک هت یا همون کلاه سیاه، رفتیم به سراغش و ازش پرسیدیم که کی برای اولین بار لقب شاه دخت امنیتی گوگل رو بهش اعطا کرد. بعد اول به ذهن خودم رسید. وقتی گوگل استخدام شدم، عنوان شغلم بود مهندس امنیت اطلاعات در تیم مهندسی امنیت اطلاعات، که هم زیادی دراز بود هم بی‌معنی بود. یه بار باید می‌رفتم یه کنفرانس، بهم گفتن بعد کارت ویزیت درست کنی. منم گفتم اگه قراره چیزی که روی کارت می‌نویسم بی‌معنی باشه، حداقل یه چیزی بنویسم که عجیب غریب و بامزه باشه. اتفاقا خیلی هم مفید بود، برای اینکه خیلی از آدم‌های حوزه امنیت از حوزه دفاعی میان. ژنرال 4 ستاره و مدرک فلان و بهمان دارن. کارت ویزیت من رو که میبینن که روش فقط نوشته شاهزاده امنیت، اول جا میخورن، بعد خندهشون میگیره. خلاصه یخ فضا میشکنه و میشه صحبت کرد. شما یکی از معدود زنهایی هستی که در این سطح در حوزه امنیت کار میکنن. امثال شما حتی در حوزه آیتی هم کمه، چه برسه در بحث امنیت. تجربت چیه؟ وقتی به عنوان مدیر تیم امنیت اومدم کروم، تنها زن تیم بودم. الان توی تیممون زنها بیشتر از مردان. و اتفاقا همین زنها پشت ماجرای ترویج HTTPS در اینترنتن. اگه بخوای یکی دو نمونه از چیزایی که به نظرت باعث میشه زنها سراغ این کارا نیان رو بگی، چی میگی؟
خب قصه‌های اینجوری که آدم زیاد میشنوه، چیزای خیلی ظریف. مثلا میری یه برنامه یا مراسم میبینی بیشتر زنها لباسهای نچندان پوشیده‌ای پوشیدن. این باعث میشه به عنوان یه زن احساس کنی اونجا جای تو نیست و دیگران برات به عنوان یه متخصص احترام قائل نیستن. چیزای دیگه هم هست، مثلا کمک به مادرها که کار کردنشون رو راحت تر کنه. به نظرم اینجور تغییرات محیط رو خیلی متکثرتر و دلپذیرتر میکنه. یکی از دستاوردهای پریسا این بوده که وبسایت ها رو راضی کرده یا بعضن آروم گوششون رو کشیده که برای انتقال محتواشون به جای پروتکل HTTP از HTTPS استفاده کنن. البته بعضی این کارو نکردن، ولی بیشتر وبسایت های بزرگ کردن. به ویژه بعد از اینکه کروم شروع کرد به کاربرها هشدار دادن که سامانه های قدیمی کلن امن نیستند. بعضی ها که مخالف بودن میگفتن هزینه تغییر زیاده، بعضی ها میگفتن سرعت رو کم میکنه یا اینکه به درد سرش نمیارزه. ولی حرف من اینه که وقتی شما وبلاگ مینویسی، حتی اگه فقط دوستاتم بخونن، دلت میخواد بازدید کننده فقط نوشته تو رو ببینه، نه اینکه ISP آگهی یا چیزهای دیگه به خوردش بده. خب چنین چیزی ممکن نیست مگه با HTTPS. ممکنه به جایی برسیم که گوگل کروم بگه سایتی که HTTP هست رو باز نمی کنم؟ نه، کروم نهایتاً یه مرورگره، قراره به کاربر امکان دسترسی به اینترنت بده. HTTP هم پروتکلیه که اینترنت مدت‌ها بهش متکی بوده. کاربر باید بتونه روی هر پروتکلی به محتوا دسترسی داشته باشه. کار ما صرفاً اینه که به کاربر بگیم ببین، داده‌ای که از این مسیر به دستت میرسه قابل اعتماد نیست. پروژه صفر تعدادی هکر داره که ایرادهای نرم‌افزارهای موجود در اینترنت رو پیدا می‌کنن و 90 روز به سازنده و فروشنده فرصت میدن درستش کنه. بعد از 90 روز ایرادها رو منتشر می‌کنن. به نظرم این کار ما باعث شده خیلی ها در این حوزه تشویق بشن که ایراد نرم افزارا رو سریعتر رفع کنن. الان اکثر قریب اتفاق مشکلات حدودا 98%شون ظرف 90 روز درست میشه. چه چیزی در آینده نگرانت میکنه؟ راستش کامپیوتر همه جا رو گرفته. قبلا یه دستگاه سنگین گنده بود گوشه خونه. الان همه چی یه کامپیوتر داره. تلویزیون خونه‌تون، بلندگوها، وسایل دیگه، ماشینتون. خیلی مسائل هست که باید حل بشه، ولی من کلاً خوشبینم. یه جوری حلشون میکنیم. آدم باید نابغه باشه که به جایی که تو رسیدی برسه. نه واقعا نابغه نیستم. راستش اگه یه چیز باشه که دلم بخواد شما بیننده ها بدونین، اینه که من نابغه نیستم. فقط سخت کار میکنم، دنبال یاد گرفتنم و فکر میکنم آدم هر چی سنش بیشتر میشه از شکست بیشتر میترسه، ولی آدم با شکست یاد میگیره. پدر و مادر من از تکنولوژی میترسن، میگن بلد نیستم، میترسن امتحان کنن، ولی تکنولوژی مدام در حال تغییر و بسیار به ندرت پیش میاد که شما کاری بکنی که یه دستگاه کلن خراب بشه یا بترکه. بنابراین فکر میکنم آدم باید سنش هم که بیشتر میشه مدام یاد بگیر و از یاد گرفتن نترسه. به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.